درود خدمت همه موبیسی های عزیز، با یه آموزش خفن دیگه در خدمت شما هستیم. تو این جلسه قراره بیایم مبدل ثانویه پکیج های دو مبدل رو با هم دیگه تست کنیم. خیلی وقتا هست شما میرین خونه مشتری، شک دارین که مبدل ثانویه از داخل سوراخه یا نه، بنابراین باید مبدل ثانویه رو بیایم بررسی کنیم. حالا چطور میتونیم بررسی کنیم؟ تو این جلسه قراره به شما بگیم. جلسه قبلی اگر یادتون باشه تا جایی پیش رفتیم که اومدیم مبدل ثانویه رو از رو پکیج پرلا بازش کردیم و قرار شد بیایم متصل کنیم به لوله ها و در واقع تست رو انجام بدیم و این تست کردن رو قرار شد توی یه درس جداگانه بهتون آموزش بدیم. بریم با هم دیگه ببینیم. خب دوستان، فرض کنیم شما یه پکیج رو آوردین داخل کارگاه و مبدل ثانویه‌اش رو باز کردین، الان قراره تستش کنیم. برای اینکه مبدل ثانویه رو در واقع تست کنیم، تو این قسمت مبدل رو شما اومدی روی میز گذاشتی. قبلا ما توی دوره ها بهتون گفتیم که برخی مبدل های ثانویه ورودی از این قسمت، خروجی دقیقا روبروشه، اما برخی مبدل های ثانویه به صورت ضربدری دارن آب رو هدایت میکنن. برای اینکه ما مبدل ثانویه رو بیایم و تستش کنیم، نیاز داریم به یه سری تبدیل رسوب زدا، اصطلاحا بهش میگن تبدیل اسیدشویی، تبدیل رسوب زدایی، و این تبدیل ها رو شما میتونید از رو سایت موبیست خرید کنید، همکارا براتون ارسال کنن، اگرم که دارین که خب چه بهتر. شما تبدیله اسیدشوییتون رو بر میدارین میارین توی این قسمت. ببینید، من یه توضیح در مورد این تبدیلا بدم برای دوستانی که تازه وارد این حرفه شدن. این تبدیله اسیدشویی به این حالته، یه قسمتی داره از این بخشش در واقع یه پیچی عبور میکنه و روی مبدلتونم ببینید توی این قسمت دقیقا یه جایی وجود داره که پیچ تبدیل بیاد روش بسته بشه، و تو این قسمت هم اگه دقت کنید ورودی های مبدلتون یه برجستگی کوچیکی داره. حالا برخی مبدل ها ممکنه کاملا صاف و مسطح باشه، و تو این قسمت مبدل ثانویه رو اگر ببینید، این تبدیل مبدل ثانویه در واقع زیرش یه سری اورینگ داره، واشر داره، برای اینکه روی مبدل ما بشینه و کار آب بندی رو برای ما انجام بده. خب حالا که شما میخواین این تبدیل رو بیارین به مبدل ببندین، یه جوری تنظیمش میکنین که این واشره که این زیرش قرار داره دقیقا مرکز این سوراخ ها قرار بگیره، و بعدش میذارینش سر جاش و پیچ رو میبندین، دقیقا مثل این چیزی که اینجا شما توی تصویر میبینین. تبدیل اول اومد سر جاش و پیچش رو میتونیم، حالا اگر چارسویه با چارسو و اگر آچار آلن میخوره با یه آچار آلن کامل ببندیم. در نهایت تبدیل اسیدشویی سمت چپ رو هم میاریم سر جای خودش میذاریم، پیچش رو محکم میکنیم. حالا برای اینکه بیایم مبدل ثانویه پکیج رو تست کنیم، نیاز داریم که با فشار آب بیایم این کار رو انجام بدیم. نکته بسیار بسیار مهم برای اینکه مبدل ثانویه رو شما تست کنین، قبل اینکه بخواین بندازینش زیر تست و آب رو با فشار واردش کنین، باید آب داخل مبدل ثانویه رو تخلیه کنین. یعنی این مبدلی که باز کردین، قبل اینکه بخواین تبدیلا رو ببندین، برعکسش میکنین، آب رو در واقع کامل ازش تخلیه میکنین و سمت راست فوت میکنین تا هرچی آب داره از سمت چپ بیاد بیرون، و این کار رو برای هر دوتا بخش انجام میدین. یعنی هم بخشی که اینجا هست داخلش فوت میکنین که آب از اونور بره بیرون، و هم لوله‌ای که تو این قسمت وجود داره باید داخلش فوت بشه تا آب از سمت چپ بره بیرون. این کار بسیار بسیار مهمه، چون اگر داخل مبدل ثانویه شما از قبل آب داشته باشه، شما دیگه متوجه نمیشین که مبدل ثانویه شما سوراخ هست یا نه. بعد از اینکه ما اومدیم همه این کارا رو انجام دادیم و آب داخل مبدل رو تخلیه کردیم، تبدیلای اسیدشویی رو هم متصل کردیم، معمولا تو خونه مشتری، حالا یا داخل کارگاه، دو تا
لوله ما نیاز داریم، یه لوله آب سرد ورودی و یه آب گرم خروجی. و نکته بسیار مهم اینه که هر دوتا لوله شما هم آب سرد و هم آب گرم شیرفلکه داشته باشه، یه شیری داشته باشه که ما بتونیم باز کنیم و ببندیم. حالا چرا؟ یه مقداری جلوتر بهتون میگم که چرا این کار باید انجام بشه. از این شیرهایی که ما تو این قسمت داشتیم، شیلنگ آب سرد رو شما میارین اینجا متصل میکنین و شیلنگ آب گرمتون رو میارین به صورت ضربدری توی این قسمت متصل میکنین. نکته بسیار مهم، اکثر پکیجا به این حالته که اگر این قسمت ورودی آب سردمون باشه، این قسمت میشه خروجی آب گرم. اما برخی پکیج ها مثل همین پکیج پرلایی که ما داریم به صورت ضربدریه. حالا چرا ضربدریه؟ توی دوره جامعه پکیج موبیست و دوره پرلا پرو اومدیم این توضیحات رو دادیم و شما حتما توی این مبدل ثانویه‌ای که الان داریم آموزش میدیم باید به صورت ضربدری ببندی، یعنی آب سرد اینجا وصف بشه، آب گرم به صورت ضربدری متصل بشه. بعد از اینکه اومدیم توی این قسمت گذاشتیم، شیر آب گرم خروجی رو شما 90 درجه میچرخونین و میبندین. این خیلی مهمه که شیر آب گرم خروجیتون بسته بشه. بعد از اینکه آب گرم رو بستیم، آب سرد رو تو این قسمت 90 درجه میچرخونیم و بازش میکنیم. حالا بعد از اینکه این شیر رو ما اومدیم باز کردیم، آب سرد میتونه از این قسمت بیاد وارد بشه و وارد مبدل ثانویه ما بشه. بعد از گذشتن از صفحات داخلی مبدل ثانویه‌مون به صورت ضربدری، از این قسمت میتونه خارج بشه و میبینین که چون شیر آب گرم رو ما بستیم، آب اینجا توقف میخوره و از اونور آب سرد داره وارد میشه. در نتیجه آبی که داخل مبدل ماست تحت فشار قرار میگیره. ما حتما باید آب رو تحت فشار قرار بدیم و ترجیحاً یه پمپ قوی پشت مبدلتون باشه، یعنی قبل از ورودی آب سردمون یه پمپ خیلی قوی ما میایم نصب میکنیم آب تحت فشار باشه. با توجه به این که مشتری شما به شما میگه که آقا مثلا هر یک ساعت یک بار فشار میاد بالا یا فشار کم میشه، یا اینکه مشتری به شما میگه آقا روزی یک بار فشار میاد بالا یا فشار کم میشه، در درسای قبلی ما اومدیم توضیح دادیم که اگر مبدل ثانویه خراب باشه، از داخل سوراخ باشه، هم میتونه فشار بیاد بالا و هم میتونه فشار بیاد پایین، که درسای بعدی باز دوباره بیشتر در مورد صحبت خواهیم کرد. خب پس ما میایم مبدل ثانویه رو تحت فشار میذاریم با توجه به نیاز خودتون، یک ساعت، دو ساعت، یک روز تحت فشار بمونه و بعد از اینکه تحت فشار گذاشتینش، از این دوتا لوله‌ای که ما هیچی بهشون متصل نکردیم هیچ آبی نباید بیرون بیاد. اگر شما اومدین و مبدل در واقع ثانویه رو تحت فشار گذاشتیم، قبلش هم که اومده بودیم آب رو کلن تخلیهش کرده بودیم، درسته؟ پس الان این دوتا بخش آب نداره. چرا؟ چون قبلش ما کلن آب رو تخلیه کرده بودیم. اگر مبدل ثانویه رو شما اومدین تحت فشار گذاشتین، از این دوتا لوله بعد از حالا یک روز آبی نیومد بیرون، یعنی اینکه مبدل ثانویه شما سالمه. اما اگر تحت فشار گذاشتینش و از این قسمت ها دیدین بعد از چند ساعت آب ریخت بیرون، یعنی اینکه مبدل ثانویه شما سوراخه. حالا هر چقدر سوراخ درشت‌تر باشه سریعتر از این قسمت ها آب میزنه بیرون، هر چقدر سوراخ ریزتر و سوزنیتر باشه مدت زمان بیشتری طول میکشه که آب بخواد بیاد بیرون. پس این نکته بسیار مهمیه. نکته بعدی، حتما این نکته بسیار مهمه، چون بارها شده سرویس کار رفته خونه مشتری بهش گفته آقا وقتی که شیرای آب بسته است فشار میاد بالا، وقتی شیر رو باز میکنم فشار میاد پایین. سرویس کار شکش به مبدل ثانویه بوده،
آورده توی کارگاه، چون فشار آب داخل کارگاهشون کمتر از خون مشتری بوده و سوراخی که داخل مبدل ثانویه بوده یه سوراخ ریز و سوزنی بوده، باعث شده سرویس کار توی کارگاه متوجه نشه که مبدل ثانویه سوراخه، مبدل رو میبره خونه مشتری میبنده و باز دوباره بعد از یه روز مشتری زنگ میزنه میگه آقا همون مشکل رو داره. پس وقتی دارین این کار رو انجام میدین حتما یه پمپ قوی باید پشت آب ورودی باشه. این نکته بسیار مهمیه. نکته بعدی، برخی از اساتید رو من دیدم میگن که شما بیاین با پمپ باد این کار رو انجام بدید و میان چی کار میکنن توی این قسمت ها یه سری تبدیل ها میبندن، پمپ باد رو اینجا وصل میکنن و از این قسمت هم میان حالا میبندنش، در نهایت مبدل رو میذارن داخل تشت آب. این کار رو هم شما میتونین انجام بدین، اما به شرط اینکه کمپرسور داشته باشید یا اینکه پمپ باد داشته باشین و تبدیل های مخصوصش رو هم داشته باشید که یه مقداری تهیه اینا خب هزینه برداره. از اونجایی که اکثر افراد این موارد رو ندارن، مثلا نمیتونه بره، حالا چون کارش تعمیرات کولر گازی نیست، کمپرسور به دردش نمیخوره، بهترین راه همین استفاده از فشار آب سرد، به شرط اینکه فشار آب ورودیتون خیلی زیاد باشه. این نکته رو در نظر داشته باشین. اگر دیدین که مبدل ثانویتون آب ازش اومد بیرون، مبدل ثانویه سوراخ با مشتری هماهنگ میکنین، قیمتشو طی میکنین باهاش و در نهایت مبدل تعویض